دوستان عزیز خوش آمدین، با شما هستیم از ادامه برنامه عصر حریوا. همکنون جناب آقای محمد ناصر حلیمی عضو تیم طوفان هریرود در برنامه با ما هستند، در ارتباط با خاطراتشان و اینکه چه مدت میشه در این تیم من حیث بازیکن بازی میکنن و نقش ورزش در زندگی از اونها چقدر اهمیت داشته صحبت‌های خواهیم داشت. با ما همراه باشین. جناب آقای حلیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. سلام خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز شما. بسیار تشکر از حضور شما. جناب آقای حلیمی در ابتدا اگر در ارتباط با خود بگین از چه مدت به این سو عضو تیم طوفان هریرود هستین، بیشتر ارتباط با خود اگر معرفی داشته باشین خوب میشه. خب من تقریبا 9 سال میشه که عضو تیم طوفان هریرود هستم، از سال 92 سال دوم لیگ برتر تا امروز که پارسال دور نهمی برگزار شد من عضو تیم طوفان هریرود بودم. البته امسال هم شاید در یک ماه آینده لیگ برتر در قندار یا ایراد پلان هست، اگه کدوم ولایت بشه خب اشتراک داشته باشه. بسیار. قبلا در چه تیم های بازی میکرده؟ در لیگ برتر یا نه جدا از اینکه در تیم طوفان هریرود بودین، قبل از اینکه وارد این تیم بشین؟ من سال 88 به تیم اتفاق ایراد پیوستم. بله. از سال 88 من اصلا از ولایت فرا هستم. وقتی که پانتون کامیاب شدم و اومدم به ایراد، از این سال شامل تیم اتفاق ایراد شدم. مدت 4 سال همراه تیم اتفاق ایراد بودم، بعدا به مدت 1 سال با تیم استقلال معارف اشتراک داشتم و اونجا تعهد داشتم. بعد از اون من همراه تیم سرخپوشان به مدت 3 سال با اونا بازی کردم و حالا فعلا شامل تیم صرافان هستم، مدت 5 سال میشه. بسیاره. چی شد که وارد تیم طوفان هریرود شده؟ خب عموما ورزشکارا شوق و علاقه اینا از زمانی که خود خور بشناسن شوق و علاقه اینا مشخص میشه که به کجا هست و چی دوست دارن. من هم از امو جوانی فوتبال دوست داشتم، خب همین باعث شد که به اصطلاح بازی های بزرگ لیگ برتر ببینم و آرزو داشته باشم که به لیگ برتر راه پیدا کنم. همین خود از مقدمه شد یا انگیزه شد که من سعی تلاش خود بیشتر کنم تا به تیم طوفان هریرود در لیگ برتر راه پیدا کنم. فکر میکردین روزی عضو این تیم باشین یا خیر؟ خب آرزو بود دیگه، فضل خدا مرم به همون تلاشی که داشتم خدا رو شکر شامل از تیم شدم و حالا فعلا 9 ساله که عضو تیم هست. بسیار عالی. و گفتین که چندی پیش جام امن برگزار شده بود، طوری که همه بیننده های عزیز در جریان هستن و بازی ها بیننده بودن، تیم طوفان هریرود تانش که مقام دوم مرکز بکنه. در ارتباط به چگونگی این جام اگر صحبت داشته باشین بسیار خوب میشه. خب در کل این جام یک جامی بود به خاطر اینکه دولت یا مو امارت اسلامی از زمانی که آماده بود یک ذهنیت به خارج و مو یا فیفا یا یوفا یا مقامات بلند رتبه فوتبالی در جهان ایر ثابت کنه که ما از ورزش دور نیستیم و ورزش به اصطلاح کمک میکنیم، همکاری میکنیم تا نباشه که ورزش فوتبال در کل ورزش در افغانستان رکود داشته باشه و از بین بره. یک نشانه‌ای بود تا آینده بگن که در آینده ما همی ورزش ادامه میدیم و طرفدار ورزش هستیم. بازی‌هایی که داشتین چگونه بود؟ بازی‌ها خوب بود خدا شکر، خوب بچنسی ها بود. در کل تیم تمرین نداشت. ما روزی که عازم سفر شدیم تقریبا 2 روز پیشتر از به ما امو خبر رسوندن که شما به جام امن دعوت شدیم و 6 تیم اشتراک داشت، حتی 8 تیم هم اشتراک نداشت اونجا. و خودم بی تمرینی و آمادگی های لازم ما نداشتیم که اونجا بتونیم یک نتیجه خاصی بگیریم، ولی بازم شکر خدا بچه ها بعد ظاهر نشدن و تیم در کل خوب بود و مقام دوم گرفتیم. چی تجربیاتی کسب کردین و گفتین که لیگ برتر تا یک ماه الی دو ماه بعد آغاز خواهد شد، چگونه بود تجربیاتی که کسب کردین؟ خب زنگ خطر بود در کل برای تمام تیم‌ها که اگر آمادگی نداشته باشن با مشکل مواجه میشن، که خود تیم طوفان هم از این مشکل مستثنا نبود و همین مشکلات باعث شد که تیم نتیجه دلخواه نگیره. خوبی خوب شد، بازم یک مقدمی شد، یک به اصطلاح آمادگی پیش از مسابقات لیگ برتر شد. لیگ برتر پلان شده همراه با فدراسیون، خود فدراسیون جهانی و به اصطلاح AFC آسیا که هست، اینا پلان شد و بالاخره
شاید تا یک ماه بعد همین مشکل در اینجا است که یا ولایت هرات یا قندار برگزار بشه انشاءالله. بسیار عالی. و چگونه بود اهمیت ورزش در زندگی شما در مدت زیادی که شما وارد عرصه ورزش بودین؟ چه فواید کسب کردین از شروع و آغاز ورزش؟ خب ورزش خودی از فواید زیادی داره دیگه. عمدتاً میتونیم سلامت بدن رو بگیم، امی شناخته که بین جامعه پیدا میکنی یک شخص از لحاظ شخصیتی و امو کسی که ورزش میکنه دیگه از لحاظ مادی معنوی بسیار مفید و اهمیت داره. و واقعا ما در سالهایی که فوتبال کردم از همه گزی موضوعات برخوردار شدم و فایدهایی به ما رسیده. بسیار عالی. پس در هر گوشه از زندگی انسان که نگاه بکنیم ورزش نقش بسیار مهمه داره. چگونه هست انگیزه جوانان نسبت به ورزش؟ شما من حیث یک جوان دوستان خود را چگونه میبینید؟ چقدر علاقه‌مند رشته‌های ورزشی؟ خب جوانان زیادی هستند و فعلا هم در لیگ برتر در دسته یکای فوتبال به ولایت هرات انگیزه زیاد دارن که حداقل به لیگ برتر یا سطح ولایتی بالاتر اشتراک داشته باشن. مثلا ما خود ما شاید بعضی الگو باشیم به اونا و جوان ها خیلی سعی تلاش دارن که حداقل در این چند قدمی که این چند سالی که ما برداشتیم و تجربیات داریم به می حداقل برسن و سعی تلاش خود خور میکنن که انشالله یک دستاورد داشته باشن در دوران ورزشی یا فوتبالی. خوب بسیار عالی. پس چه خوبه که می انگیزه با تلاش و پشتکار بیشتر بکنیم انشالله نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت. و اگر بیایم برای خانواده ها نگاه بکنیم، چقدر فرزندان خود را تشویق میکنن برای ورزش؟ خب خانواده فرق میکنن. در شرایط فعلی افغانستان خانواده بسیار مشکلات زیادی دارن. عمدترین مشکل خود شما شاید هستین مشکلات اقتصادی است. بله. با اون هم خانواده هستن که واقعا جوانان خور اطفال خور ناز و نوازش میکنن، انگیزه میدن که تا در اون ورزش به یک جا و مقام برسن و باعث افتخار خودینو و جامعه بشن در سطح کشور. اگر بیایم عمدتا نگاه بکنیم، ورزش و این تربیت بدنی بر روی بدن انسان بسیار مفیده و نمیشه گفت تنها مشکلات اقتصادی میتونه مانع از او بشه. حتی میتونیم ما با تمرینات کوچک و ورزش های بسیار اندک در خانه بتونیم تمرین هایی داشته باشیم، حداقل برای بهبود سلامتی و جلوگیری از مریضی های گوناگون میتونیم کاری و تلاشی بکنیم. چقدر فکر میکنین همین موضوع در بین خانواده ها هست؟ خب گفتم حالا نمیشه در کل خانواده رو گفت، ولی بازم خانواده زیاد تلاش دارن. در هر صورت حالا اگر محیط ورزشی فراهم نباشه به اولاد و به جوانایی که دارن در خانه، ولی بازم سعی میکنن حداقل در اون خانه یک وقت یا یک تجهیزات برای اونا مهیا کنن تا بتونن حداقل آمادگی بدنی داشته باشن یا از جلوگیری از امراض و همین مریضیات بتونن کرده. و خب بالاخره جوان هم نمیشه که غیب باشن و یک جا استاد باشن. تا حدود این روزه علاقه مدیا زیادتر شده نسبت به ورزش. جناب آقای حلیمی، شما معمولا در بازی فوتبال مهمترین بخش و مهمترین تلاشی که باید بشه در کدام بخش معمولا؟ در خود تیم. بله در بازیکن ها. خب در کل وقتی دست تیم صحبت میکنم باید تمام بازیکن ها تلاش حد اکثری خود داشته باشن. خب بعضی پست ها هستن که واقعا باید شخص زحمت از اندازه زیادتر بکشه که فکر کنم پست مرکز یا آفک وسط که هست زیاد تیم تماما جمع میکنه، مثل حلقه زنجیری است که تمام تیم با هم وصل میکنه. و اگر کوچکترین نقصی داشته باشه یا سعی تلاش درستی نداشته یا کمکاری داشته باشه تیم از این های بلنگه، خب باعث ازی میشه که تیم ببازه یا نتیجه خاص خود. شما در کدام بخش بازی میکنید؟ من دفاع چپ هستم در تیم طوفان. در این مدت 9 سال که شما در تیم طوفان ایرلند بودین تنها همین بخش بودین، درسته؟ بله. چقدر راضی بودین از این یک پست؟ خب من شخصا راضی بودن من مهم نیست. در کل در این مدت 9 سال من سعی کردم که به خدمت تیم باشم و بتونم یک به اصطلاح یک گزینه عالی باشم در همون پستی که دارم.
خب او برمیگرده به نظر مربی ها انشالله تا حالا مربی هم از من راضی بودن در کل. خب نقص و کمی خوی هر انسان داره، من تو امو هدف می بوده که حد اکثری تلاش خور بکنم تا تیم نتیجه دلخواه بگیره و فکر کنم در این امرم تا حدود موفق بودم. بسیار عالی. و برای رشد ورزش به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره؟ خب شرایط افغانستان، خب بازم یادآور میشم که واقعا شرایط خیلی ناگوار فعلا داره و من جای تاسف. خب بازم میتونم فدراسیون فوتبال با برای انداختن مسابقات به خاطر جوانان، انگیزه دادن به جوانان، درست کردن تیمای منتخب از پایه تا بزرگسال، خود اینا یک انگیزی باشه که تا ورزش رکود نداشته باشه و باعث بلند رفتن سطح آگاهی و مو سطح بدنی بازیکنان و مو ورزشکارا بشه تا در آینده فوتبال رشد داشته باشه. بسیار عالی. در قسمت یافتن استعدادها تلاش مسئولین را چگونه میبینیم؟ چقدر تلاش میکنیم؟ ویزی که استعدادهای شاید باشن که هنوز کشف نشدن ولی شاید بهترین بازیکنها باشن. واقعیت امر همی است. مسئولین که در اراد من بازونا شناخت دارم واقعا تلاش میکنن، فعلا هم مسابقاتی دایر کردن از 17 سال و 15 سال و منتخب هایی که دارن، حتی بازیکن های به تیم ملی به تقریبا یک ماه بیشتر به 17 سال و 19 سال و 23 سال که مسابقات اینا لغو شد، شاید شما از این موضوع خبر داشته باشین، روان کردن و از اراد 6 نفر به تیم 23 سال داشتیم ما. اینا همه که برمیگرده به زحمت هایی که مسئولین در مو بخش فوتبال پایه یا جوانان داشتن، که اگه مسئولین این کارا رو نمی کردن یا مسابقاتی برگزار نمی کردن. مسابقات مکاتب هم هست که از داخل مکاتب هم میتونن بازیکن ها رو انتخاب کنن از اون تیم های منتخب اینا و دعوت کنن به تیم های منتخب خود ولایت، که باز بعدن منجر به زی میشه که اگه بازیکن واقعا استعداد داشته باشه و توانایی داشته باشه، مربی های هستن که اونا رو انتخاب میکنن و تیم های ملی را پیدا میکنن. بسیار عالی. جناب آقای حلیمی، خود شما روزانه چند ساعت تمرین فوتبال دارید؟ فعلا من همونطور که پیشتر به شما گفتم یک زنگ خطر بودم اینجا من، که من واقعا خود من آماده نمیدونم در کل بازیکنان تیم طوفان ایرود اکثریت اصلا در امو جام 6 تیم حضور داشتن، اکثریت بازیکنان آمادگی نداشتن به این مسابقه، چون 6 ماه 5 ماه هست که میفهمم که دولت سقوط کرده، امارت اسلامی، ما تیم ها همگی تمرین ها خود لغو کرده بودن و تمرین نداشتن. خب بالاخره من از اونجا تصمیم گرفتم که در اینجا تمرین ها خود شروع کنم تا زمان که لیگ برتر آغاز میشه و فعلا یک تایم صبح کلاب دارم جم به اصطلاح، و دیگر در استادیوم ولایت هرات تقریبا 1.5 ساعت هم تمرین فوتبال دارم هر روزه. برای یک بازیکن تیم فوتبال چقدر نیازه که تمرین فوتبال داشته باشد؟ خب به شرایط مختلفی داره، اگر سن جوان باشه شاید به کمترین تمرین و کمترین آمادگی بهترین نتیجه رو بده، چون هرچند که هرچی که سن پایین‌تر باشه و جوان‌تر باشه اما انرژی و به اصطلاح انگیزه و توانایی بالاتر تا یک سنین بالا. خب به هر حال در حالت عمومی هفته 4 روز باید یک بازیکن تمرین داشته باشه. جناب آقای حلیمی، طبعا برای راه یافتن و برای دست یافتن به یک هدف و برای رسیدن به یک جایگاه تلاش های متعددی نیازه. خود شما تا این مقام و تا این جایی که رسیدین از چه چیزهایی گذر کردین؟ مثلا از چه محافل و از چه خوشی ها، از چه کارهایی که شاید میتونستین برین ولی نرفتین خود صرف فوتبال کردین؟ من واقعا هم مشکلات دری را دیدم و هم خوشحالی و خاطرات خوشی هم از فوتبال دارم. طوری که گفتم من زمانی که سال 88 به پانتون در ولایت هرات کامیاب شدم اومدم، اولین جایی که رفتم به استادیوم ولایت هرات بود، چون شوق علاقه زیادی داشتم به فوتبال. خب در کنار ازی که درس میخوندم سعی تلاش داشتم در فوتبال هم به یک جای و یک مقام برسم. خب یه خودی باعث ازی شد که بالاخره اتفاق ایراد چه انتخاب کنم و در ازی فوتبال کنم. از امو 4 سال خاطرات خیلی خوبی هم دارم در زمان پانتون و خاطرات بعدی هم دارم. خاطرات بعدی که واقعا وضعیت اقتصادی خراب بودی، یکی از شرایط های یک ورزشکار که باید حداقل به خور رسیدگی بکنه، زمانی که تمرین میکنه، زمانی که فوتبال میکنه،
از لحاظ خورد و خوراک و استراحت باید واقعا در حد اعلی باشه. خب امتحانا زمان و وقت ما رو زیاد میگرفت، نمیشد درس خوندن و رسیدگی کامل به خورد و خوراک نمیشد. یه خود باعث ازی میشد که بعض وقتا ضعف و ناتوانی در فوتبال به ما به وجود بیاره. خب خاطرات خوشی هم هست که جامعه زیادی گرفتم در سالهایی که فوتبال کردم، از جمله تیم اتفاق که من یک سال لیگ برتر همراه تیم اتفاق ایراد گرفتم و سه سال جام اسفیر، یک جام بیرون از ولایتی به مزار شریف و جام ملی گل سرخ که او را هم با وجود تیم قدرتمند که بازیکنان تیم ملی شامل از بود بازم کسب کردیم و یک جام زونهای کشور که اولین جام بود که یک تیم ایراتی از بیرون از ولایت میاره و تیم اتفاق بود زونهای افغانستان که به قندار برگزار شد در سال 91 که اونجا هم قهرمان شدن و قهرمان زیادی دیگه هم داره همراه تیم سرخپوشان اتفاق استقلال معرف ایراد و همچنین تیم صرافان ولایت ایران. بسیار عالی. از جمله بهترین اتفاقاتی که در جریان بازی برای شما رخ میداده و بهترین خاطرات شیرینی که در جریان بازی اتفاق افتاد اگر بیان کنیم بسیار خوب. زیاد است واقعا. یه خاطره خوشی که از جریان بازی دارم، فکر کنم سال 89 بود در جام صلح و دوستی که در ولایت هرات تا چند سال پیشتر هم برگزار میشد همه ساله، ما همراه تیم اتفاق بودم، همراه کابلبان که کابل بازی داشتیم، 1-0 دنبال بودیم بازی رو به نیمه اول، دقای آخر بود یک پاس دادم و اون پاس منجر بازی شد که گل بزنه آقای حمیدالله کریمی، اگر با اونا آشنایی داشته باشیم بازیکن پر افتخار ولایت هرات هستن اونا، و نیمه دوم هم گل دیگه زدیم و او بازی رو بردیم. با بازی هم من بهترین بازیکن شدم و وقت بهترین بازیکن یک جایزه یک سیم کارت از طرف شرکت اتصالات و 500 افغانی نقده به جایزه داده میشه. واقعا در اون جوانی یکی از باعث شدم و بهترین بازیکن شدم که من انگیزه زیاد بگیرم و امروز در این مقام باشم که در طوفان هر روز و همچنین منتخب ولایت ایراد باشه. این خود به من یک خاطره بسیار خوب و بسیار جالب است. و برای برگزاری لیگ برتر آمادگی ها چگونه جناب آقای حلیمی؟ خب بیشتر به شما یادآور شدم که من همه روزه تمرین دارم و اصلا هدف ما از 20 روز بیشتر که بعد از جام ما آمادیم همین بود که آمادگی کامل بگیرم تا در مسابقات لیگ برتر با آمادگی کامل برم و باعث ازی بشم که حداقل کمک کرده باشم به تیم و قهرمانی رو انشاءالله بیارم برم. بسیار عالی. در قسمت تشویق ورزشکاران خصوصا فوتبالیست ها چگونه میبینیم؟ خب فوتبالیست ها از اگر واقعا در ولایت ایراد ما ببینیم تشویق زیاد میشن جوانا از هر لحاظ. شرکت های هستن که امال هم با پولای انگفت تیما رو سپانسر میکنن، تیمای جوانان دارن، نونالان دارن، در پایه و رده همه گیر تیما رو سپانسر میکنن تا حد توان، لباس، به اصطلاح کفش، توپ، امکانات ورزشی همه گیر بزنا معیا میکنن و همه خود از باعث تشویق از اینا میشه و یکی از بزرگترین پشتوانه های به یک ورزشکار که حداقل از لحاظ بودن لوازم ورزشی، لباس یا به اصطلاح امکاناتی که برای ورزش لازم هست این اسپانسر میشن و تا حدودی یکی از بزرگترین تشویق هایی که به جوانان و ردای سن میشه خود. بسیار. اگر صحبت باقی مانده باشه جناب آقای حلیمی از شما میشنویم و پیام خود میشه که همچنان بیان کنیم. خواهش میکنم. تشکر میکنم از اینکه مر به برنامه دعوت کردین. پیشنهاد نیست، آرزو دارم که انشالله افغانستان واقعا داره ثبات باشه و انشالله ما بتونیم ورزشکارای خور از ولایت ایراد خارج که هیچ از افغانستان به خارج روان کنیم و باعث افتخار آفرین به کشور عزیز ما افغانستان بشه. بسیار تشکر از حضور شما جناب آقای محمد ناصر حلیمی عضو تیم طوفان هریرود از اینکه در برنامه عصر علی‌بابا با ما بودید. خواهش میکنم. سلامت باشین و سپاس از شما خوبانی که تا این لحظه بیننده برنامه عصر علی‌بابا بودین. برنامه ادامه داره، میریم سراغ میان برنامه و دوباره برمیگردیم.